سلام یاور هستم از مجموعه آفریدار تو این قسمت میخوام یک فایل خروجی بگیریم و ببریمش توی نوزار دیگرش استفاده کنیم خب دوستمون سوال کرده ازمون که آیا میشه حالا این انیمیشن پرچم یا هر انیمیشنی رو که ما میسازیم ببریمش توی یک نرمافزار دیگه استفاده کنیم جوابش آره است که یعنی میتونیم راحت ببریم این انیمیشنی رو که گرفتیم ببریم توی سافری استفاده کنیم نحوه خروجی گرفتن و خروجی و ورودی گرفتن بلندر کلا اگر بلندر به بلندر باشه شما اینجا اگر پروژهتون رو که سیو کرده باشید توی یه پروژه دیگه به وسیله لینک یا اداپتیو میتونید اون قسمت از کل فایل یا قسمتی از فایل رو ایمپورت کنید و زمان خروجی هم میتونید سیف سلکشن بکنید و خروجی بگیرید یعنی فرضاً اگه من می‌خواستم اینو اکسپورت او بگیرم یا اف بگیرم کافی بود اینجا سلیکشن او, او بی جی شو یا مثلا بزنم که به صورت آبجکت بره برای من ذخیره بشه خب حالا من میگم نه میخوام همینو ببرم هم به صورت حرکتش هم داشته باشه خب اگه حرکت داشته باشه نگاه fvx -E برخلاف فایل obj obj خب به صورت یه آبجکت فیکس برای با برد fvx -E میاد انیمیشن ها رو هم میبره اما چه انیمیشن ها رو میتونه ببره انیمیشن هایی که یا مووند یا روتیشنن یا اسکیلن یعنی یا فقط جابجا جا شدن یا حالا سایزشون کوچیک بزرگ شده یا چرخیدن این ستاره میتونه برای ما خروجی بگیره و از یه ببریم از یه برنامه توی این ابزار دیگه فرضا از بلندر میخوایم بریم تو سافر مکس یا آنریل درست شد اما اگر نه فایل ما حرکت جابجا جا مثل این سیمولیشن داشته باشه چیزایی مثل آب چیزایی مثل پارچه صاف بادیا چیزایی که اینجوری هستن اگه بخوایم ببریم توی سافتور دیگه باید چکار کنیم اگه به این شکل باشه یا باید بیم تو قسمت فایل تو قسمت اف، تو قسمت اکسپورت المبیک رو ذخیرش کنیم که میاد به صورت یه فایل یه تک فایل برای ما ذخیرش میکنه و میاد اینو میبره حالا تو هر سافتوری که ما خواستیم بعد میتونیم ایمپورتش کنیم مثل سینما فوردی چیزایی که میتونیم ایمپورت کنیم مایا بلندر خود تیردی مکس هودینی همه اینا هم میتونیم اینو ایمپورتش کنیم با فرمت الیمبیک ولی یه روش دیگه هم هست فرضاً آقا شما میگم من می‌خوام رو برامش توی الیمنت تیردی تیردی که الیمبیک رو ساپورت نمی‌کنه من می‌خوام توی افتر فکت. بعد به این سری بهش اضافه کنم اون موقع باید بیم چیکار کنیم بیم تو قسمت OBJ بیام تو این قسمت حالا خروجی که من میخوام بگیرم بیام OBJ سکانس بگیرم من درست رفتم فایل اکسپورت OBJ آها الان اومد تو OBJ اینجا تیک این تیک رو روشن میکنم و میگم از چه فریم تا چه فریم من میخوام و زمانی که من خروجی میگیرم از این الان اکسپورت بزنم میاد به صورت OBJ سکانس برای من میگیره یعنی میکنتش یه عالمه فایل بذار من فولدر اینو بیارم الان من خروجیشو گرفتم آها این فایلی که من خروجی گرفتم اگه نگاه کنید یه دونه فایل یه دونه متریال فایل یه متریال در واقع 1500 تا 500 تا فایل 500 تاش خود ابجکت ابجکتامه و 500 تاشم متریاله خب حالا این چجوری ازش استفاده میکنم اگه بخوام بیارم تو قسمت حالا افتر افکت تو قسمت الیمنتی دی استفاده کنم اوبجه سیکانس رو که گرفتم فقط دقت بکنید زمانی که باز اینجا میخواید اکسپورت اوبجه سیکانس رو خروجی بگیرید اسمی که انتخاب میکنید عدد انتهاش نباشه این غلط مثلا الان اگه عدد انتهاش باشه خودش یه عددی میذاره بعد این عدد ردیفی درست در نمیاد حتما عدد انتهاش رو پاک کنید یعنی آخرین کلمش یه حروف باشه توی این پس یادتون باشه ایرو رو پاک کنید مثلا این غلط در میاد اگه من خروجی ازش میگرفتم خب میام توی قسمت حالا فرضا من میخوام بیارم توی این صحنه این میز شلوغ منه ازش خروجی بگیرم خب میام حالا اومدم من کاری که کردم اینه درس قبلی اومدم تراکر زدم اینجا یه نقطه آه... کمر تراکر استفاده کردم از قبلی یا یه دونه نقطه نول آه... آبجکت ازش استخراج کردم و دوربین و اینجا که رفتم تو قسمت Element من Element 3 رو بیارم این فعلا چشمشم خاموش کنیم ایمپورتش کنیم این فایل پرچم من بوده حال من حالا من متریال خود اونم بهش ندادم اومدم به خاطر حالا یکم رنگش هم متفاوت بشه یه متریال دیگه بهش دادم میشد همون متریال خودش هم بیاریم اینجا بهش بدیم نکته که وجود داره برای حالا این موقع که زمانی بخوام اینو ایمپورتش کنیم و وارد نرم بکنیم از این قسمت فایل جایی که حالا تو قسمت ایمپورت آبجکت رو انتخاب کنید اینجا میاد تیزی سکانس انتخاب میکنید سکانس رو که زدید فایل اولش رو که بهش دادید دیگه مابقیش ردیفی خودش اولیار که بهش دادید مابقی خودش به صورت سکانس کلش رو برای ما میاره تو این قسمتشم استارت فریمش رو من گذاشتم پنجا اندش هم گذاشتم 500 که بگم قسمت محدوده یه فریم 50 تا 500 رو بیاد برای من رندر بگیرن تیکه اولش که پرچم هنوز سیمولیشترینش کامل نشده و به صورت صاف هست اون استفاده نکنه پس فایلایی رو که حالا ما میخوایم بیاریم وارد سافر بکنیم خب دو تا روش داری یا خود فایل رو میاریم ایمپورت میکنیم و همینجا رندر میگیریم یا مثل این فایله تو خود اون نرمافزار اونجا رندر بگیریم با توجه به دوربینمون که داریم و یه حالا این نرمافزار بیایم پرتش کنیم مثل این این فایل کوی تایم به صورت آلفا هم هست و میتونم بیام اینجا دیگه حالا توی این نرمزار حالا کامپوزیتش کنم و ازش استفاده کنم فقط تنها کاری هم که من کردم فقط من اینجا با برنامه روتوسکوپی این فایلم اومدم برای که این ذراتش روی کار من قرار نگیره اومدم یه روتوسکوپی دادم این گذاشتم پشت موسم نگاه الان من خود من قبلا یه دونه فایل رو ساختم یه پروژه داشتم دقیقا همین پرچم و یه پرچم رو توی کار استفاده کنم الان دقیقا این پروژه رو من بیارم حالا من صدا شم میخور کم بکنم که گیر به چی نده یه پروژه بود حالا توی یه منطقه از شیرازه یه... که میخوان یه بازارچه یه میدون تره بار بزنن حالا این پروژه دقیقا این پرچم ها رو من اینجا داخلش کار کردم این با آنریل من ساختمش این کوه ها مدل شده کوه اطراف شیرازه و حالا این کل این لوکیشن سبودی شده که حالا این دپارتمان مختلفی در کار به برای که حالا تبلیغاتی کار اون نشه گیر ندن بهمون یوتیوب هستش نکنه من فقط بیام قسمت پرچمش رو بیارم آها نگاه این قسمت پرچمه از دقیقا من هم اومدم همین پرچمه ها رو توی ویدیوم استفاده کردم میبینید یه دونه پرچم ساختم و متریال مختلفش دادم که حالا این پرچم خود اون سازمانه هست و این پرچم حالا ایران و پرچم که داریم خب پس به این طریق ما میتونیم بیایم اون آبجکت ها رو وارد برنامه های دیگه کنید تو من الیمبیک توی آنبری آن برای بچه من الیمبیک برده بودم استفاده کرده بودم او بی جی سیکانس رو نباره بودم خب اینم از مبحث امروز بود امیدوارم حالا این دوستمون که اشکال داشت رفع اشکال شده باشه براشون شما هم بچه هر سوالی چیزی دارید مربوط به حالا هر قسمتی میشه بپرسید اگه از عهده من برمیاد پاسختون خواهم داد تا جلسه بعد